سلام، به برنامه تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته یادی از شمیم بهار به مناسبت انتشار کتاب دهه 40 و مشق‌های دیگر. Critical Zones، هنر معاصر بستری برای پرداختن به تغییرات اقلیمی. گلشیفته فراهانی و تخت روانکاوی در تونس. سالها بود که از شمیم بهار نویسنده و منتقد ادبی و سینمای ایران چیزی منتشر نشده بود تا اینکه نشر بیتگولد به تازگی کتاب دهه 40 و مشق‌های دیگه از شمیم بهار را منتشر کرد. این کتاب گزیده‌ای از داستان‌ها و نقدهای ادبی و سینمایی بهار که در دهه 40 در مجلات ادبی و هنری منتشر شده بود، به علاوه یک فیلمنامه کوتاه که برای اولین بار منتشر شده. شمیم بهار یکی از منتقدان سینمایی ایران بود که در دهه 40 نقد جدی فیلم رو وارد مطبوعات کرد. با اینکه از اون و زندگیش اطلاعات چندانی موجود نیست و سالهاست که از صحنه هنری دوره، اما نامش برای دوستداران ادبیات همچنان آشناست. گفتگوی داریم با روزبه کمالی، منتقد ادبیات و سینما، درباره شمیم بهار. با اینکه بیشتر از 4 دهه است که شمیم بهار در فضای هنری ایران حضور فعال نداره، نامش همچنان تو حلقه های ادبی و هنری مطرحه. این مطرح بودن به چی برمیگرده؟ شخصیت خود بهار یا آثاری که قبل از انقلاب منتشر کرده؟ من واقعا نمیدونم که آثار شمیم بهار چقدر خونده شده، به خصوص آثار ادبیات داستانیش. اما از میان این آثاری که نوشته، به ویژه به خاطر نقدهای سینماییش نامبرداره و فکر میکنم در طی این سالها تا پیش از انتشار این کتاب اخیر بیش از همه نقدهاش خونده شده و بر سر زبان هاست، به خصوص که یک گروهی از دوستانش، دوستدارانش و منتقدان سینمایی گاهی این نقدها رو دوباره انتشار دادند. شمیم بهار لحن تند و تیزی داشت در نوشته هاش، در دیدگاهش هم نوعی تیزی وجود داشت. تیزی به معنی تیزهوشی و زیرکی، یعنی به نظر می رسید که به سرعت می تونه به اشکالات اساسی اثر اشاره کنه، دست کم بخشی از اشکالاتش. این شیوه نقد نویسی، این شیوه بیان تند و تیز جذابیتی به شمیم بهار داد، به اضافه اینکه خودش در غیاب بود و نبود و شاگردانش هم که در دانشکده هنر در دهه 50 در کلاساش شرکت کرده بودن، به این تصور از استادی که در خفاست، در پس پرده است، دامن زدن و اغراق هم کردن. واقعیتش اینه که وقتی الان ما با آثار شمیم بهار رجوع میکنیم، نویسنده‌ای رو میبینیم که در داستان نویسی بسیار تواناست، در نقد نویسی آغازگر راهیه که نقد سینمایی رو به صورت تحلیلی و استدلالی بنویسه و ارائه بده. وقتی درباره شمیم بهار و نقدهای سینماییش صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم که او از آغاز دهه 40، از اوایل دهه 40 شروع به نوشتن نقدهای سینمایی کرد، در زمانی که نوشتار نقد سینمایی به گستردگی و فراگیری امروز نبود. امروز هر کسی تو فیسبوک یا وبلاگ خودش یک نظری راجع به یک فیلم میده. سینما اصلا انقدر گسترده نبود در ایران. نقد فیلم، مرور اثر سینمایی با تلاش آدم‌های مثل او، پرویز دوایی، تهامی نژاد، هوشنگ طاهری، کیومرث وجدانی، تبدیل شد به یک بخش ثابتی از مطبوعات. نقد نویسی شمیم بهار یک ترکیبیه از نقد ذوقی سلیقه‌ای یا اظهار نظر ذوقی و سلیقه‌ای، بهتر بگیم که اغلب هم سلبیه، منفیه، و تلاش برای استدلالی نوشتن و رویکرد تحلیلی به دست دادن. معمولا در آغاز نقدهاش نظرش رو درباره فیلم بیان میکنه. مثلا فیلم بسیار بدی است، حرفی برای گفتن ندارد. در ادامه
سعی میکنه با به دست دادن مصداق‌هایی از فیلم نظرش رو مستدل کنه. تو داستانای شمیم بهار روایت مبتنی بر حادثه نیست و داستان ذهنیات شخصیت ها رو توصیف میکنه. شخصیت های داستان های بهار معمولا چه ویژگی هایی دارن؟ مرفهن، با فرهنگ غرب آشنان، غرب رو دیدن یا حتی مدتی در غرب زندگی کردن و کمتر با فرهنگ سنتی ایران پیوند دارن. دچار مسائل وجودی در دنیای جدیدن، دچار تردیدن، جای خودشون رو در کشور خودشون یا در غرب پیدا نمی کنن. نه شکل سنتی زندگی رو می پسندن، بلکه از اون گریزانن و نه شکلای جدیدی تونستن پیدا کنن یا در جامعه ایجاد شده که بتونن در اون قرار آرامش پیدا کنن. اینو هم اشاره بکنم که دو ویژگی داره شمیم بهار در این داستانهاش که به نظرم خیلی قابل تعمله. یکی این که یه شخصیتی مثل گیتی سروش، یک زن مستقل، روشنفکر، فرهیخته، ادبیات خونده، در داستانهاش یاد میکنه که یه به عنوان شخصیت اول داستانه یا در اگر شخصیت اول نیست که از شخصیت‌های عمده‌ایه که دیگران بهش اشاره میکنن یا آرزوی رابطه باش داره یا اینکه در با او در رابطه بودن. اینکه یک زن انقدر مستقل و انقدر فردگرا در مرکز داستان‌های او به عنوان یک شخصیت قرار میگیره و به الگوی سنتی آرامش در آغوش مرد به عنوان هدف زندگی هیچ اعتنایی نمی‌کنه، بسیار بسیار ویژگی مهمیه. ویژگی مهم دیگر آثارش شاید این باشه که بسیار جدی به مهاجرت میپردازه، به مهاجرا، یعنی این آدم هایی که در مملکت خودشون آروم نمیگیرن، به غرب میگن، در غرب دچار غربت غربیان، در وطن خودشون در شرق احساس بیگانگی با سنت میکنن و این بیقراری مداوم و سفر مداوم. تحولات اقلیمی و گرمایش زمینی که از مشکلاتی که جهان امروز باهاش روبروه. دانشمندان و فعالان محیط زیست دنبال راهی‌اند که با این تغییرات مقابله کنند. برونو لاتور، فیلسوف و مردمشناس فرانسوی، نظریه پردازیه که سالهاست درباره این بحران زیست محیطی کار کرده. اون معتقده که با همفکری بینارشته‌ای میشه راهی برای این بحران پیدا کرد. لاتور معمولاً گروهی از دانشمندان، فیلسوفان، هنرمندان و معماران رو دور هم جمع می‌کنه که با هم فکر چاره کنن. خیلی از پروژه‌های بزرگی که لاتور هدایت کرده در فضای نمایشگاهی ارائه میشن، مثل موزه زدکائم آلمان که میزبان کار تازه لاتور و همراهانشه. تماشا با سهیل حاجمیر بابا، یکی از هنرمندان شرکت کننده در این پروژه صحبت کرده. نمایشگاه کریتیکال زون در شهر کارلسروه آلمان هست. از ماه می امسال باز شده به صورت مجازی. از روی یک ایده برونو لاتور و پیتر ویبل این ماجرا شروع شد. توی این نمایشگاه دیدهای مختلفی دور هم جمع شدن تا مسئله زمین رو نشون بدن. آدم ها نوع زندگیشون روی این زمین یه تأثیری گذاشته که یک سری از دانشمندا دارن فکر میکنن که دورمون رو عوض کنیم. برای همین مسئله سیاسیه. برای اینکه ما باید با هم دیگه یک تصمیماتی بگیریم و فقط گفتگو کارو حل نمیکنه. کریتیکال زون لایه خیلی نازکیه که دور تا دور زمین رو گرفته. این لایه از چند ده متر تا چند کیلومتر هست. لایه‌ای که در واقع توش زندگی وجود داره. یعنی شرایط زندگی برای موجودات زنده‌ای که توش هستن به وجود اومده. یک سری محقق سالهاست که در مورد این لایه دارن تحقیق میکنن که بهش میگیم کریتیکال زونیست. کلمه کریتیکال زون که پیشنهاد من محدوده حساس هست باید به فارسی بهتر برگردونده بشه. برای همین دوست دارم فارسی زبونها کمک کنن تا بتونیم این لایه رو بفهمیم و یک کلمه خوبی براش پیدا کنیم، چون در این لایه نازک همه درگیر هستیم.
Emergency, destruction, aftermath, calm. Enormity within the landscape, even if small from the exosphere's eye. Topography after the event, a different place. از یه طرف به علم نیاز داریم و از یه طرف به هنر نیاز داریم. به علم نیاز داریم به خاطر اینکه علم همیشه خودش رو بروز میکنه و چیزایی که قبلا فکر میکرده حقیقت رو نفی میکنه و جلو میره. از دو طرف به هنر نیاز داریم. هنر به همون اجازه میده حس بکنیم، بفهمیم چه خبره، چه چیزی داره به سرمون میاد. به اضافه این آگاهی و اون فشاری که این آگاهی در مورد شرایطی که توش داریم زندگی میکنیم برامون میاره، به همون کمک میکنه که تحمل کنیم این آگاهی رو، چون مسئله دیگه برای هر هیچ کسی مخفی نیست. در یک شرایط خیلی بدی داریم زندگی میکنیم. یه سری از محققا شروع کردن از چند دهه پیش بعضی جاهای روی زمین رو مجهز به یه سری ابزار کردن تا بتونن آب رو، تبدیل شدن سنگ به خاک رو، آب و هوا رو به صورت مرتب دنبال بکنن، ببینن چه خبره توی این لایه حساس. که میتونیم بگیم که به این محدوده هایی که ابزار گذاری شدن میگیم دیدبان. یکی از این دیدبان ها نزدیک زدکمه. وقتی که می‌خواستیم در مورد کریتیکال زون کار کنیم، همه به اتفاق تصمیم گرفتیم که این دیدبان رو معرفی کنیم توی موزه. مأموریت الکساندرا و من این بود که بریم اونجا به مدت 2 سال با محققان و دست‌اندرکاران این دیدبان نشست و برخاست بکنیم. کم کم دیدیم که نه، نمی‌تونیم فقط چند تا عکس بگیریم و بیایم اینا رو بذاریم توی موزه و بگیم بفرمایید. به خاطر اینکه بودن توی اون فضا یک تجربه فضایی بود. ماها شاید بدنمون قوطه‌ور میشد توی اون فضا و یه چیزایی رو حس میکردیم که فقط با میدانگردی میشد اونا رو حس کرد. پس تصمیم گرفتیم بیایم یک ماکت درست کنیم و این ماکت رو برداریم ببریم بذاریم توی اون موزه. کم کم این ماکت که اول یک ماکت خیلی کوچیک 5 سانت در 5 سانت بود، تبدیل شد به یک ماکت 35 متر در 15 متر در 14 متر که اتفاقا یک ماکت مقیاس 40 این دیدبانه. وقتی که وارد فضای زدکریم خواهید شد، میبینین یک اسکلتی از فضا آویزونه. این اسکلت، اسکلت اون کوهه. اون جاهایی که اون جعبه ها رو میبینید، اون جاهایی که اون جعبه ها واقعا توی سایت وجود دارن، همه چی رو سر جاشون گذاشتیم. ولی کافی نبود، چون توی ایده‌ای که داشتیم این بود که خب کاری که ما می‌کنیم یک هنره، ولی شاید بهتره بریم هنرهای دیگر هم درگیر این ماجرا بکنیم. این شد که رفتیم با سونیا لوی که یک فیلمساز صحبت کردیم و یک همکاری با سونیا شروع شد. بعد رفتیم با یک کسی آشنا شدیم به اسم پاتریک فرانکه، صدا برداره، میره با یک سری میکروفون خیلی دقیق توی طبیعت. گفتیم حالا پاتریک صداها رو هم بیاریم بذاریم توی این ماکت. خب چشممون یه چیزی رو میدید، گوشامون یه چیزی رو میشنید، اما با صحبت کردن مثلا با آدمی مثل پل که در مورد یک ابزار خیلی دقیق و خیلی سوفیستیکه کار میکنه که آب رو برداشت میکنه و میبینه که دقیقاً ترکیب آب چی از توی رودخونه، میگفتش این ابزاری که ما گذاشتیم به همون اجازه میده تا خوب به آب گوش کنیم. قبلاً میامدیم هر 15 روز یه بار آب برمی‌داشتیم و توی آزمایشگاه می‌دیدیم ببینیم ترکیباتش چجوریه. حالا به وسیله این دستگاه می‌تونیم هر 10 دقیقه بفهمیم توی اون رودخونه چه خبره. مثالی که برمون می‌زد می‌گفت فکر کن مثلا داری یه سمفونی بتوون گوش می‌دی، هر 1 دقیقه یه دونه نوت به گوشت میرسه. این دستگاه بهمون الان اجازه میده که سمفونی رو به صورت متداوم گوش کنیم و با کیفیت بالا. دوباره رفتیم یک موسیقیدان به اسم گریگوار لوریو وارد جمعمون کردیم. گریگوار یک پروگرامی رو ساخت، تونستیم این داده ها رو تبدیل بکنیم به سمفونی.
چیدمان الکسانقا و من واقعا مثل یک ماکت معماریه، مثل یه ابزاره. این ابزار بهمون شاید، امیدوارم، این اجازه رو بده که بتونیم از هنر و از علم استفاده کنیم تا یک صحبتی رو اونجا در جریان بذاریم. این صحبت هنوز به وجود نیامده و امیدوارم که از وقتی که به صورت عمومی باز میشه بتونیم ببینیم نیاز داریم کجاها با هم دیگه به آرامش، با زمان و با دقت صحبت کنیم تا برگردیم به سال 2070 ببینیم آیا امکان داره 2070 هنوز با خیلی راحت کنار هم زندگی کنیم و همه خوشحال باشن. نمایشگاه صندوق اضطراری هنرمندان به گردآوری فریدون آو در بنیاد پژمان ساختمان کندوان برگزار شد. در این نمایشگاه آو روی کارهای چاپی هنرمندهایی از نسلهای مختلف کلاژ و نقاشی کرده و هر کار با اسم هنرمند در کنار نام فریدون آو به نمایش در اومده. او در این کارها اغلب از کلاژ مقوا، کاغذ و چسب نواری و همینطور عکس و آبرنگ استفاده کرده و تلاش کرده که با روش کاری هر هنرمند سازگار بشه. در کاری مشترک با نیکزاد نجومی، فیگورهای کت و شلوار پوش نجومی در پس زمینه به چشم می‌خورند. روی این فیگورها عکس‌هایی از کشتیگیرها که در کار آو زیاد تکرار می‌شوند رو می‌بینیم که با چسب نواری به مقوای زمینه وصل شدند. در کار دیگه‌ای که حاصل همکاری با نازگل انصاری نیاست، آو تلاش کرده که به حریم کمگو و آراسته کارهای انصاری نیا وارد نشه و ردپاش رو تنها در بخش بالایی با لکه‌های مختصر رنگی و امضای خودش به جا بذاره. گالری هما میزبان نقاشی‌های تازه ارسیا مقدم بود. این مجموعه با عنوان دنیایی بدون چند چیز، نقاشی‌های بیانگر و اغراق شده را نشون میده که از ترکیب سطح و خط و رنگ‌های فشرده کار شدن. موضوع این نقاشی‌ها اغلب صحنه‌های شهری‌اند و گاهی هم اشاره‌هایی به طبیعت دارند. در این نقاشی‌ها عناصر مختلفی مثل ماشین‌های قدیمی یا آدم‌هایی با لباس‌های عصر ویکتوریایی در کنار بناها و تصویرهای آشنا و مدرن قرار می‌گیرند. همینطور طنز و تکنیک‌های انیمیشن در گوش کنار این کارها به چشم می‌خوره. در بعضی از این آثار به نظر میاد که نقاشی از زاویه دوربین‌های مداربسته سوپرمارکت‌ها کشیده شده و آدم‌های عجیب و غریب با لباس‌های قرن 19 در فضای فروشگاه‌های امروزی قرار گرفتن. تخت روانکاوی در تونس اولین ساخته بلند من لبیدی کارگردان فرانسوی تونسیه با بازی گلشیفته فراهانی. این فیلم کمدی که درباره بازگشت به سرزمین پدری سال گذشته در جشنواره ونیز جایزه تماشاگران را برد. تخت روانکاوی در تونس با الهام از کمدی‌های ایتالیایی دهه 60 میلادی ساخته شده. با هم صحبت‌های کارگردان این فیلم را بشنویم. جیرویت ادم حسین، محمد سیس، که دی دیکتاتور عرب. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine ? Je viens travailler ici. Quel travail ? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste ou une fétonie. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon ? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous ? C'est des patients que je recevrai chez moi. La strade piene. Le film Un divan à Tunis. فیلم تخت روانکاوی در تونس داستان روانکاو جوانی به نام سلما که فردای انقلاب تونس تصمیم میگیره به حومه شهر تونس بره و در اونجا مذهبی باز کنه. این کار برای اون یه جور بازگشت به ریشه هاست، چون اونجایی که بچگیش رو گذرونده. اما خیلی زود متوجه میشه که برای کار به عنوان روانکاو احتیاج به مجوز داره. کاغذی که کم کم معلوم میشه به این راحتی ها به دست نمیاد. L'extrait de naissance. Ça, c'est l'attestation de nationalité. Ça, c'est les copies certifiées conformes, les diplômes. Et voilà, avec les originaux. Apporte-moi la bouteille d'eau là-bas, sur le bureau de mon collègue.
Merci. Oh, ils ont forcé sur la dose de RSA aujourd'hui. Ça va aller? Ah oui, tu sais, moi je viens de Nebel et à Nebel on est élevé à manger de la harissa dans la bouche, avec la cuillère, comme ça. Après ça, tu files droit. T'inquiète pas, ça va aller. Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? Mon côté, Inch'Allah. من واقعا دنبال این بودم که این تصویر ساده انگارانه همیشگی از زنها رو به هم بریزم. برای همین دنبال این بودم که شخصیت زن داستانم رفتارهای مردونه داشته باشه. در ذهنم تصور میکردم که اون مثل یک کابوی تنهاست. زنی که اصلا آرایش نمیکنه، نه با مردها و نه با زنها رابطه دلبرانه برقرار نمیکنه. به علاوه میخواستم که محرک اون در این ماجرا انگیزه شخصی و حرفه‌ای باشه و نه جستجوی عشق یا تشکیل خانواده. سلما نماینده نسلی از بچه‌های مهاجره که در یه مرحله از زندگیشون نسبت به قضیه هویت حساس میشن. اینکه به کدوم سرزمین تعلق دارم، مثل بسیاری از بچه‌های این نسل، سلما تصمیم میگیره به کشوری که پدر و مادرش ترک کردن برگرده. اون فکر میکنه این کشور با آغوش باز از او استقبال میکنه، چون با یک پروژه و نیت خوب اومده و از نظر ظاهری هم شبیه همین آدم هاست. با این همه مرتب همه بهش یادآوری میکنن که جزو اونا نیست، فرانسویه. این یه جور تنش ایجاد میکنه، چون دیگه نه اینه و نه اون. همه تلاش این آدم و همینطور تلاش من در ساختن فیلم اینه که یه راه سوم پیدا کنم. ما به کدوم مکان سوم تعلق داریم؟ کجا میتونیم چمدونامون رو زمین بذاریم؟ کجا میتونیم بدنامون و ذهنامون رو قرار بدیم؟ Vous avez pas mieux à faire? On reprend, madame Salman. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit sur le rapport que vous leur demandez de s'allonger. Pas toujours. نحكي معها بالعربي. ما تفهمش بالعربي. نفهم. Il est écrit aussi que vous avez été formé par des agents du Mossad. بربي هذه موساد انا ما فهمتهاش شنو مانيش عارف عليها مكتوبه هكاك يا صالح شنو هي الموساد وجماعه اللي قتلوا جون كينيدي انتخاب گلشیفته برای من قبل از هر چیزی انتخاب یک بازیگر توسط یک کارگردان بود. من با علاقه پیگیر مسیر حرفه‌ای اون بودم، همواره تحسینش کردم. شخصیت اصلی داستان یه آدم مشاهده‌گره، کسی که در سکوت با آدم ها گوش میده و در نتیجه لازم بود که حضور اون در تصویر خیلی قوی باشه، چنان قوی که بتونه با انرژی بالای سایر شخصیت‌های داستان در تعادل قرار بگیره. گلشیفته در میان تمام هنرپیشه‌های هم نسلش چنان ظرافت و قدرتی در ایفای نقش داره که کاملا غیرعادیه. وقتی ازش فیلم میگیری چیزی بر تصویر ظاهر میشه که قابل تعریف نیست. و غیر از اینا اون 50 تا فیلم در کارنامه حرفه‌ایش داره و در نتیجه شناخت بسیار دقیق و ظریفی از کادر و دوربین داره. همه اینا موجب میشه که کار با سرعت بیشتری پیش بره. گلشیفته در واقع همدست من در میزانسن بود. Merci. Baya, vous permettez que je fasse une annonce dans votre salon? Quel genre d'annonce? En fait, je suis psychanalyste et je veux ouvrir mon cabinet ici à Zahra. Je voudrais en parler aux clients du salon, si vous me le permettez. Un cabinet de psychanalyste, Tony Fitoni? Oui. Et tu crois que ça va marcher? Oui. Les gens ont besoin de parler. Ah, ça c'est sûr. Surtout nous, les Arabes, on parle beaucoup. Mais quand elles viennent ici, les clientes, elles parlent. Mais au moment de payer, elles ressortent, elles ont un brushing beau comme le tien, ou des mèches, ou tu vois. Ou par exemple, le hammam. Elles viennent, elles parlent, te cassent la tête. Mais elles ressortent, elles sont toutes propres. Et de chez toi, les gens, quand ils sortent avec quoi? وقتی پیش روانکاو میریم و فرایند درمان رو شروع میکنیم، شبیه یه انقلاب ذهنیه. برای اینکه باید همه چیز رو نابود کنیم و دوباره از نو بسازیم. انقلاب هم چیزی جز این نیست. کشوری مثل تونس ناگهان باید بر چیزهای زیادی خط بطلان میکشید و با مرور به اون چه براش باقی مونده بود، هویتش رو دوباره از نو تعریف میکرد. اینکه این کشور چیه، رابطش با جهان بیرون به چه شکلیه و روابطش در درون خود این کشور بین زنها و مردان و نسل‌های مختلف چطور خواهد بود. وقتی این همه در رو باز میکنی، به نظر من بسیار دور از ذهنه که یه بار دیگه به عقب برگردی، ولی بدیهیه که راهی طولانی پیش روی ماست. Quand est rentré ça? Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison.
ممنون از همراهیتون. به پایان این برنامه رسیدیم. یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی دوباره ببینید و گزارش هاش رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.